زندان اسکندر. زندان اسکندر یزد مانند اغلب جاذبه‌های تاریخی این شهر در محله فهادان واقع شده و با داشتن معماری بسیار زیبا و خارق العاده و هنر ظریف در بخش‌های مختلف آن چشم هر بیننده‌ای را به سمت خود جذب می‌کند. همانطور که از نام بنا مشخص است، منسوب است به یکی از قصه های تاریخی در رابطه با حضور اسکندر مقدونی در ایران، اما اسناد و نشانه های روشن تاریخ این بنا به سال 631 هجری قمری باز می گردد. تحت هر شرایطی 8 قرن قدمت برای بنایی که هنوز محکم و استوار در دل کبیر پاور جا مانده چیز کمی نیست و بیدلیل نیست که تا این اندازه زندان اسکندر یزد در بین باستانشناسان تمام دنیا شناخته شده و مورد توجه است. در متون تاریخی از مدرسه مشهور به زیائیه در محله شارستان یزد یاد شده که توسط شیخ ضیاءالدین حسین رضی در سال 631 هجری قمری بنا گردیده و در آن کتابخانه‌ای برای استفاده طلاب و زاویه‌ای برای عبادت در مجاورت مدرسه در نظر گرفته شده است. بعد از وفات ضیاءالدین پسرانش ساخت این بنا را در دوره آل مظفر به اتمام رساندند. آنها مدرسه‌ای با شکوه و درگاهی رفیع با دو مناره ساختند و آن را تماماً با کاشی تزئین و دو رشته آب قنات در مدرسه جاری نمودند. برخی از تاریخ پژوهان بنای موجود در کنار قبه 12 امام در محله فهادان را همان مدرسه ضیاءیه دانستند، بنایی که در بین مردم زندان اسکندر نیز خوانده می شود. ریشه تاریخی این نامگذاری به طور کامل مشخص نیست. در برخی از منابع آن را به اسکندر مقدونی و در برخی از منابع این نامگذاری را یک افسانه پردازی می دانند. همچنین تأثیر گسترده شعر حافظ خواجه شیراز را نمیتوان نادیده گرفت، آنجا که میفرماید دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. این بنا دارای یک سرداب وسیع است که دسترسی آن در صحن اصلی مجموعه است. بناهای مجاور که همکنون به مجموعه متصل شده اند به کارگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی یزد تبدیل شده اند. ارتفاع گنبد این بقعه نزدیک به 20 متر میرسد و دارای گچبری‌ها و تزئینات زیبایی با آبرنگ طلایی و لاجوردی بوده که بخش اعظم آن از بین رفته است. متاسفانه پس از گذشت 8 قرن از قدمت این بنای باستانی، تنها قسمتی از این نقاشی آبرنگ بر روی گچ سفید بر جای مانده. همچنین گنبد از 4 دیوار بلند که طول هر یک از ضلع‌های آن به 8.8 متر میرسد تشکیل شده است. بقعه این بنا 18 متر و فاصله دهنه آن 5.9 متر است. مانند تمام مساجد و مکان‌های مذهبی، زندان اسکندر یزد نیز دارای شبستان بزرگی بود که محراب موجود در این بخش و رواق‌های بزرگ و کوچک در جاهای مختلف زندان هر یک با معماری خاص
و کاملا هوشمندانه طراحی و ایجاد شدند. تعدادی سنگ لوحه و سنگ قبرهای قدیمی در این مجموعه به چشم می‌خورد که عاشقان موزه‌گردی با دیدنش تجربیات زیادی را کسب خواهند کرد. حیات قدیمی در ساختمان مدرسه ضیاییه قرار دارد که در اطراف آن سه ایوان قرار گرفتند. از قسمت‌های جالب مدرسه ضیاییه باید به چاهی با عمق 2.8 متر از سطح زمین اشاره کرد که در وسط حیات عمارت قرار گرفته است. در انتهای این چاه سردابی یا زیرزمینی قدیمی با 38 پله قرار دارد که کارشناسان معماری عمق سرداب را تقریباً 5 متر برآورد کردند. در کف سرداب نیز حوضچه‌ای قرار گرفته که به نظر می‌رسد از بقایای عمارت اولیه مدرسه ضیاییه بوده و دلیل حضور سرداب و حوضچه فراهم کردن آب و استفاده از آن برای طلاب و ساکنین مدرسه بوده است. نوع مصالح اولیه به کار برده شده در این زندان یا مدرسه ضیاییه اغلب خشت است، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گنبد آن توسط معمار استاد آخوند خرمی با آجر مرمت شده است. این اثر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.